درود بر شما پارسی زبانان سراسر دنیا. به ساند کافه خوش اومدید. لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و بعد از فعال کردن علامت زنگوله لایک و کامنت یادتون نره. رضا شاه. رضا پهلوی. 24 اسفند 1256، 4 مرداد 1323. او به رضا شاه شهرت داشت و با عنوان رسمی اعلی حضرت همایونی شاهنشاه خطاب می شد. از 1304 تا 1320 خورشیدی پادشاه ایران بود. او که بنیانگذار دودمان پهلوی است، پیشتر از 1300 تا 1302 وزیر نبرد و از 1302 تا 1304 نخست وزیر ایران بود. رضا شاه دوران خردسالی را در فقر گذراند. او از 16 سالگی به نظام پیوست و مدارج ترقی را پیمود. در 25 دی ماه 1299 از سوی ژنرال انگلیسی ادموند آیرونساید به عنوان فرمانده قوای قزاق منصوب شد و 2 ماه بعد در کودتای 3 اسفند ماه 1299 نیروهای قزاق به فرماندهی او تهران را اشغال کردند. رضا شاه ابتدا در مقام وزیر نظامی بسیاری از ناآرامی‌ها و راهزنی‌ها را از بین برد. او در 3 آبان ماه 1302 با فرمان احمدشاه قاجار به منصب نخست وزیری گمارده شد. اگرچه رضا شاه با کودتا در عرصه سیاست ایران رخ نمود، اما جهش وی در قدرت تا جایگاه پادشاهی مدیون پشتکار و اراده‌اش در نظم دادن به امور در سمت وزارت نظامی و نخست وزیری بود. رضا شاه ابتدا تلاش ناکامی در جهت جمهوری خواهی کرد و سرانجام در سال 1304 پس از انحلال سلسله قاجار به پادشاهی رسید. ایران در دوره پادشاهی رضا شاه شاهد ایجاد نظمی نوین بود. او نهادهای مدرن را در ایران پایه‌گذاری یا تقویت کرد که از مهمترین آنها تأسیس ارتش نوین، دانشگاه تهران و ساخت راه آهن جنوب به شمال است. همزمان او در جهت استقرار و تضمین قدرت مطلق خود قانون اساسی مشروطه را زیر پا گذاشت و مطبوعات و احزاب مستقل را نابود و مسئولیت پارلمانی نمایندگان را گرفت. به این ترتیب مجلس شورای ملی به نهادی مطیع و تشریفاتی در برابر اراده شاه تبدیل شد. در این راه حزب تجدد در بد و امر از رضا شاه پشتیبانی کرد، اما نخست جای خود را به حزب ایران نو و سپس حزب ترقی داد. ولی همین حزب ترقی نیز به زودی به گمان اینکه اندیشه‌های خطرناک جمهوری خواهانه دارد برچیده شد. مدافعان رضا شاه او را پدر ایران نوین می‌دانند. رضا شاه در 24 اسفند 1256 هجری خورشیدی در روستای آلاشت از توابع سوادکوه مازندران و در خانواده این نظامی با اصالت مازندرانی متولد شد. پدرش عباس علی داداش بیگ سوادکوهی در فوج 7 سوادکوه از افواج مازندران به عنوان یاور معادل ستوان خدمت می کرد. عباس علی خان متولد سال 1230 هجری قمری برابر با 1193 هجری شمسی در آلاشت و فرزند مراد علی خان سلطان درجه نظامی برابر با سرهنگ بود. مراد علی خان از اهالی آلاشت متولد 1210 هجری قمری و پدر بزرگ رضا خان و صاحب منصب فوج سوادکوه بود که در سال 1272 برابر با 1235 خورشیدی در نبرد هرات در مقابل انگلیسی ها جان باخت. عباس علی خان پیش از ازدواج با مادر رضا شاه یک مرتبه دیگر نیز ازدواج کرده بود و از همسر نخست خود 3 فرزند دختر داشت. نوشافرین آیرملو، مادر شاه آینده،
اهل تهران و تا فوت عباس علی خان ساکن سواد کوه بود. او دختری مهاجر از قفقاز بود و خانواده‌اش بعد از نبرد ایران و روسیه در تهران ساکن شده بودند. پدر رضا شاه چند ماه بعد از تولد او بنابر دلایل نامعلومی درگذشت. در نتیجه این رویداد، نوشافرین پس از مدتی نوزاد 6 ماهه را برداشت و راه تهران را در پیش گرفت. در این سفر، رضای نوزاد در راه میان مازندران و تهران به شدت بیمار شد و با رسیدن به گردنه و کاروانسرای گدوک، نوزاد یخ زد و مادر و سایر همسفران وی را مرده پنداشتند. بنابراین او را از مادر جدا کرده و برای دفن در روز بعد او را در کنار چارپایانشان گذاشتند. گرمای محیط موجب شد تا کودک جانی دوباره بگیرد و اطرافیان را متوجه خود کند. این داستان را رضا شاه بارها در دوران پادشاهی و در هنگام ساخت راه آهن شمال برای اطرافیان از جمله محمد علی فروغی و حسن اسفندیاری نقل کرده است. در تهران، نوشافرین به همراه نوزادش نزد برادران خود در محله سنگلج ساکن شد. او پس از درگذشت همسر نخست خود یک بار دیگر با مردی که گویا نام او نیز داداش بیگ بوده است ازدواج کرد. یکی از برادران نوشافرین ابوالقاسم بیگ خیاط غذاخانه بود و زمانی که درگذشت وی سرپرستی رضاخان را بر عهده گرفت. رضاخان در زمان فوت مادرش 6 یا 7 سال داشت. ابوالقاسم بیگ تمام توان خود را به کار بست تا جای پدر رضا را پر کند، اما از تمکن مالی برخوردار نبود. در نتیجه کودک از تحصیل باز ماند. او بیشتر وقت خود را به بازی با دیگر کودکان در کوچه و خیابان سپری می کرد و چون قدی بلند داشت و قوی تر از سایرین بود، همسالانش از او حساب می بردند. عصر رضا شاه آغاز نظم نوینی بود. او در دوره پادشاهی خود به طور کلی اهدافی را دنبال کرد که در دوره وزارت آغازشان کرده بود. ایجاد ارتش و پلیس مدرن برای تأمین امنیت داخلی، تحمیل اراده خود بر مخالفان، ایجاد سیستم ارتباطی نوین، توسعه صنعتی و از بین بردن نفوذ خارجی ها در امور داخلی ایران. رضا شاه چه در جایگاه پادشاه و چه در جایگاه نخست وزیر و وزیر نظامی کارهایی کرد که برخی از آنها عبارتند از حفظ تمامیت اراضی ایران، ساخت راه آهن سراسری ایران از دریای خزر تا خلیج فارس، راهسازی سراسری در کل کشور، ساخت جاده مخصوص پهلوی، خیابان ولیعصر کنونی در تهران، متحدالشکل کردن لباس مردان، دستور به سر گذاشتن کلاه پهلوی به جای دستار و فینه و اجباری کردن کت و شلوار و کفش مردانه به جای لباس‌های سنتی در سال 1303 خورشیدی در پست نخست وزیری، کشف حجاب اجباری، تهیه و تصویب نخستین قانون مدنی ایران، بنیانگذاری ثبت اسناد، بنیانگذاری ثبت احوال و اجباری کردن برگزیدن نام خانوادگی و صدور شناسنامه، لغو کاپیتولاسیون مربوط به معاهده ترکمنچای، متحد کردن نیروهای نظامی و تشکیل ارتش ایران و تصویب قانون نظام وظیفه عمومی، بنیانگذاری بانک سپه، بنیانگذاری بانک ملی ایران، بنیانگذاری بانک فلاحتی، بانک کشاورزی کنونی، بنیانگذاری بیمه ایران، رادیو ایران، دانشگاه تهران، خبرگزاری پارس، فرهنگستان ایران، کارخانجات نساجی مازندران و تغییر تقویم رسمی ایران از تقویم هجری قمری به تقویم خورشیدی جلالی، تغییر واحد پولی مسکوکات طلا از تومان به پهلوی در سال 1305 و مسکوکات نقره از دینار و قران به ریال در سال 1310، از سرگیری چاپ و نشر منظم اسکناس زیر نظر بانک ملی ایران که تا پیش از این زمان تنها در دوره ناصرالدین شاه آن هم توسط بانک شاهنشاهی ایران رواج داشت،
تغییر نام رسمی کشور در زبانهای خارجی و مجامع بین المللی از پرشیا به ایران در سال 1314 و ساخت صنایع دفاعی، موزه ملی ایران، فرودگاه مهرآباد و ساخت آتشکده زرتشتیان و غیره. رضا شاه 4 بار ازدواج کرد. وی در زمانی که به عنوان سردار سپه انتخاب گردید و پس از آن هم نخست وزیر شد، علاوه بر همسر خود، دارای 2 همسر دیگر از شاهزادگان قاجار بود. همچنین گفته می شود که او زمان حضورش در همدان، صفیه همدانی را به عقد موقت خود درآورده بود و برخی همدم السلطنه پهلوی را حاصل این ازدواج می دانند. نخستین همسر وی مریم سوادکوهی نام داشت که دختر عموی او بود و بعد از 10 سال زندگی با وی درگذشت. حاصل این ازدواج دختری به نام همدم السلطنه بود. بعد از آن رضا شاه در سال 1295 با تاج الملوک آیرملو، دختر میرپنج تیمورخان آیرملو ازدواج کرد که محمد رضا، اشرف، علی رضا و شمس حاصل این ازدواج می باشند. تاج الملوک در دوره پادشاهی رضا شاه به عنوان ملکه و در زمان پادشاهی پسرش به عنوان ملکه مادر شناخته می شد. تاج الملوک در سال 1360 درگذشت. در سال 1301 رضا شاه که هنوز به پادشاهی نرسیده و نخست وزیر بود با یکی از شاهزادگان قاجار به نام توران امیر سلیمانی که نوه مهدی قلی خان مجدالدوله پسردائی ناصرالدین شاه قاجار بود ازدواج کرد. اما این ازدواج دوامی نیاورد و پس از 1 سال و پیش از پادشاهی رضا شاه به جدایی انجامید. حاصل ازدواج سلیمانی با رضا شاه فرزندی به نام غلام رضا بود. رضا شاه کمی بعد از جدایی از توران امیر سلیمانی در سال 1302 با عصمت الملوک دولتشاهی که شاهزاده قاجار و از نوادگان فتحعلی شاه قاجار بود ازدواج کرد. حاصل ازدواج رضا شاه با دولتشاهی 5 فرزند به نامهای عبدالرضا، احمد رضا، محمود رضا، فاطمه و حمید رضا بود. عصمت دولتشاهی در سال 1374 در تهران درگذشت. رضا شاه که به اجبار دولت بریتانیا مجبور به استعفا و تبعید شده بود، سرانجام پس از 2مین سکته قلبی در جوهانسبورگ در تاریخ 4 مرداد 1323 درگذشت. پیکر رضا شاه پس از فوت به صورت مومیایی به قاهره مصر برده شد و در آنجا به امانت در مسجد رفایی گذاشته شد. سرانجام 17 اردیبهشت 1329 جنازه رضا شاه به وسیله هواپیما و سپس با قطار مخصوص به تهران هم شد و با تشریفات رسمی به شاه عبدالعظیم برده شد و در آرامگاه ویژه او دفن شد. به اعتقاد حسین مکی در روز 24 دی ماه 1357 و زمان کوتاهی پیش از انقلاب ایران در سال 57 پیکر وی بار دیگر به همراه پیکر پسرش علی رضا پهلوی توسط محمد رضا نخست به لس آنجلس و سپس به مسجد رفاعی مصر برده شد. ملکه فرح پهلوی ادعای انتقال جسد رضا شاه را تکذیب کرده است. سرانجام در اردیبهشت ماه 1359 آرامگاه رضا شاه به دستور حاکم شرع وقت صادق خلخالی به کلی ویران و نابود گردید. در تاریخ 2 اردیبهشت ماه 1397 در جریان گودبرداری محل سابق آرامگاه جسدی مومیایی کشف شد و گمان زنی هایی مبنی بر اینکه این جسد متعلق به رضا شاه باشد مطرح شد. رضا پهلوی نوه رضا شاه بر این باور است که به احتمال زیاد این جسد متعلق به پدر بزرگ او رضا خان بزرگ است. سپاس از همراهی شما مهربانان. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتونو برای ما کامنت کنید. تا درودی دیگر، بدرود.